جلد سوم از کتاب 4000 واژه درس نهم بخش داستان دالتن ورسز بولی دالتن در برابر اون گل دور بچه اون وی اس ورسز هستش یعنی در برابره در مقابل ورسز ورسز دالتن ورسز بولی دالتن در برابر اون قلدور بولی هم یعنی قلدور دالتن واز نایس بوی دالتن یه پسر خوب بود دالتن واز دالتن بود a nice boy یه پسر خوب but sometimes the other boys made fun of him because he was so tall and skinny ولی گای اوقات پسرهای دیگه مسخرش میکردن چون که اون خیلی قد بلند و خیلی لاغر بود but ولی sometimes گای اوقات The other بوز یعنی پسرهای دیگه، made فان of هیم مسخرش میکردند، because چونکه هیواستو تال او خیلی بلندگاد بود، انسکینی، و خیلی لاغر، کلمه اسکینی یعنی خیلی لاغر. Dalton's biggest problem was match. بزرگترین مشکل دالتن مچ بود. دالتنز بیگست پروبلم بزرگترین مشکل دالتن وز مچ مچ بود هی واز بولی هو بوستد اباس هی سترنگت میگه اون یه قولداری بود که درباره زورش لاف میزد پوز میداد هی واز اون بود هی واز بولی هو اون یه قولداری بود که کلمه بولی یعنی قلدر boasted about یعنی پوز میداد درباره ی یا لاف میزد درباره ی his strengths زورش کلمه strengths یعنی زور یعنی اون قلدری بود که درباره زورش لاف میزد he crowed with the other boys یعنی اون با بچه های دیگه اون با پسرای دیگه دعوا مشاجره میگرد کلمه quarrel به معنای دعوا و مشاجره he crowed with the other boys یعنی اون با بچه های دیگه دعوا مشاجره میکرد سام گاهی اوقات इफ بویز گیو میچ لانس مانی هی وود مرسی اند لیو دم الون میگه گاهی اوقات اگه پسرها به مچ میدادن پول ناهارشون رو اون به اونا رحم میکرد و اونا رو تنها میذاشت ببینید سام گاهی اوقات इफ اگه پسرها گیو میچ به میچ میدادن در لانچ مانی پول ها هی وود اف مرسی اون رحم میکرد بچه مرسی یعنی رحم بخشش هفت مرسی رحم کردن هی وود اف مرسی اون رحم میکرد ان لیو دم الون و اونا رو تنها میذاشت لیو یعنی میذاشت دم اونا رو الون تنها کلمات آبی رو از بالا بخونیم بولی یعنی غلور بولی بست یعنی لاف زدن پوز دادن بست کرول یعنی دعوا مشاجره کردن کرول مرسی یعنی رحم بخشش مرسی One day the boys one day the boys learned about special middle school Olympics میگه یه روز اون پسرها مطلع شدن از یک المپیک خاص مدرسه راهنمایی one day یه روز the boys اون پسرها learned about یعنی مطلع شدن از یا فهمیدن درباره special middle school Olympics یعنی یه المپیک خاص مدرسه راهنمایی بچه ها special یعنی خاص مدل یعنی مدرسه راهنمایی المپیکس یعنی المپیک در جیم کلاس was going to be in it. یعنی کلاس ورزش اونا قرار بود که توش باشه تو اون المپیکه باشه در جیم کلاس یعنی کلاس ورزش اونا بچه کلمه جیم یعنی باشگاه وقتی میگه در جیم کلاس یعنی کلاس ورزش اونا was going to be قرار بود که باشه اینت توش تو اون تو اون المپیکه many kids were excited خیلی از بچه ها هیجان زده بودن many kids خیلی از بچه ها were excited excited بودن هیجان زده بودن but Dalton thought it sounded like torture ولی دالتن فکر کرد اون به نظر میرسه مثل شکنجه مثل شکنجه به نظر میرسه ببین but Dalton thought ولی دالتن فکر کرد it sounded like اون به نظر میرسه مثل torture شکنجه torture خب کلمه آبی این پاراگراف هم فقط torture هست این شکنجه torture that morning Dalton ate plenty of carbohydrates for breakfast میگه اون صبح دالتن یه عالمه کربوهیدرات برای سفونه خورد بچه ها میتونیم بگیم پلنی آف میتونیم بگیم پلنتی آف هیچ فرق نمیکنه به معنای خیلی زیاد That morning یعنی اون صبح اون روز صبح دالتن ایت دالتن خورد پلنی of کربوهیدرات یعنی یه عالمه کربوهیدرات for breakfast برای سفونه He entered the gym and look at the dial on the clock یعنی اون وارد باشگاه شد و به صفحه ساعت دیواری نگاه کرد he entered the gym یعنی اون وارد باشگاه شد and look at و نگاه کرد به the dial on the clock یعنی صفحه اون ساعت دیواری کلمه به صفحه ساعت میگن it was time to begin یعنی وقت شروع بود It was time to begin. وقت شروع بود. The teacher asked if they were ready. یعنی معلم پرسید که آیا اونا آماده بودن یعنی معلمشون از بچه پرسید که آیا بچه آماده بودن یا نبودن The teacher asked یعنی معلم پرسید If که آیا They were ready اونا آماده بودن Everyone nodded Except Dalton همه سر تکون دادن به جز دالتن یعنی همه با سر تایید کردن گفتن بله آماده ایم به جز دالتن بنابراین میگه everyone nodded همه سر تکون دادن با سر تکون دادن گفتن بله آماده ایم except دالتن به جز دالتن کلمات آبیه این پاراگراف رو بخونیم Carbohydrate یعنی کربوهیدرات دایل به صفحه ساعت میگن ناد یعنی سر تکون دادن ناد I got stung by a bee. I need to see the nurse. Said Dalton. این یعنی دالتن گفتش که زنبور من نیست زده من لازمه که پرستار ببینم بچه دقت کنید کلمه ستینگ به معنای نیش و نیش زدن هستش گذشتش میشه stung وقتی میگه I got stung یعنی من نیست زده شدم منظورش اینه یعنی منو نیست زدن اوکی اگستانگ یعنی من نیش دریافت کردم منو نیش زدن با یه بی توسط یه زنبور منظورش اینه که زنبور منو نیش زده بنابراین وقتی میگه I got stung by یه یعنی زنبور منو نیش زده یا یعنی من یه نیش دریافت کردم توسط یه زنبور I need to see the nurse یعنی من لازمه که پرستار ببینم I need to see the nurse said Dalton Dalton گفت این حرف رو دالتن زد He made it up سو هی وودن هاف تو پلی اونا رو از خودش در که مجبور نباشه بازی کنه ببین هی made it اپ که ما میگیم هی میید اپ یعنی اون اینا رو از خودش در آورد سو هی وودن هاف تو که مجبور نباشه بازی کنه بچه کلمه وود هم اگه بخوام براتون اینجا ترجمه کنم اینجا به معنای اینجوری میشه ببینید هی میید ایت اپ سو هی وودن هاف تو اون اینا رو از خودش در ورد اون اینا از خودش در که اینجوری مجبور نباشه بازی کنه اوکی من یه بار دیگه he made it up اون اینا از خودش در ورد so he wouldn't have to play که اینجوری مجبور نباشه بازی کنه خب کلمه آبی این پاراگراف هم فقط stunk هست که گذاشته یه Stink هستش به معنای نیش یا نیش زدن I don't believe you Get ready to play. Responded the coach. ببخشید. Responded the coach. میگه من حرفت باور نمی کنم. آماده شو که بازی کنی. مربی پاسخ داد. یعنی مربی این حرف رو زد. ببین. I don't believe you. من باورت نمی کنم. حرفت باور نمی کنم. Get ready to play. Get ready یعنی آماده شو. Get ready to play یعنی آماده شو که بازی کنی. Responded یعنی پاسخ داد. Responded the coach. یعنی کوچ یا مربی پاسخ داد first they wrestled then, then they jumped, crawled and played other games یعنی اول اونا کشتی گرفتن بعدش پریدن خزیدن و بازی دیگه انجام دادن ببین first یعنی اول دی wrestled اونا رسل کردن کشتی گرفتن then بعدش they jumped اونا پریدن crawled خزیدن And played other games و بازی های دیگه انجام دادن But Mitch was dominant in every event ولی Mitch توی همه روی دادها چیره بود غالب بود بهتر از همه بود Dominant بود But Mitch ولی Mitch was dominant Dominant بود چیره بود غالب بود بهتر از همه بود In every event توی همه روی دادها خب کلمات آبی این پاراگراف رو بخونیم رسل به معنای کشتی گرفتن رسل کرال به معنای خزیدن یا چهار دست پا رفتن کرال دامننس به معنای چیره یا غالب هستش بچه ها دامننس They strained all morning to defeat him اونا تمام صبح زور زدن که اونو شکست بدن مچو شکست بدن ببین they strained یعنی اونا زور زدن یعنی خیلی سخت تلاش کردن all morning تمام صبح to defeat him که اونو دفیتش کنن اونو شکستش بدن by lunch they were sore وقت نهار اونا درد داشتن پر درد بودن ببین by lunch یعنی وقت نهار they were sore اونا سر بودن پر درد بودن درد داشتن their entire bodies ailed them یعنی کل بدنشون درد داشت یا کل بدنشون اونها رو آزار میداد کلمه ایل یعنی به درد آوردن آزردن ناراحت کردن دیگه اینجا میگه their entire bodies یعنی کل بدنشون ailed them یعنی اونا رو آزار میداد ناراحت میکرد منظورش اینه که کل بدنشون درد داشت They thought about how to win یعنی اونا در مورد این فکر کردن که چطور برنده بشن ببین دی یعنی اونا دکسات باوت اونا فکر کردن در مورد این که ها تو وین چطور برنده بشن دی نو the last game of the day was volleyball یعنی اونا میدونستن آخرین مسابقه روز والیبال بود ببین they knew اونا میدونستن The last game of the day آخرین بازی روز The last game of the day آخرین بازی روز was volleyball والیبال. والیبال بود Kids, kids who used to be Dalton's rivals became his allies یعنی بچه هایی که قبلا رقیبای دالتون بودن باهاش متحد شدند ببین کیتس هو یعنی بچهایی که یوز تو بی قبلا بودن دالتنز رایولز یعنی رقبای دالتن بیکیم هیز الایز یعنی متحدینش شدن بیکیم یعنی شدن هیز الایز یعنی متحدینش دی وانتد هیم تو هلپ دم بیت مچ اونا از اون میخواستن که بهشون کمک کنه مچو شکست بدن ببین they wanted him یعنی اونا از اون میخواستن از دالتن میخواستن تو help them که به اون کمک که به اونا کمک کنه بیت مچ مچو شکست بدن بیتش کنن دالتون was going to be مچ's opponent یعنی دالتن قرار بود که رقیب مچ باشه کلمه اپوننت یعنی رقیب ببین دالتن که دالتن هستش was going to be یعنی قرار بود که باشه match's opponent یعنی رقیب match یه بار دیگه دالتن was going to be match's opponent دالتن قرار بود که رقیب match باشه خب کلمات آبی این پاراگراف رو بخونیم کلمه گه strain یعنی زور زدن یا خیلی تلاش کردن defeat شکست دادن sore درد عیل یعنی به درد آوردن ناراحت کردن آزردن رایول یعنی رقیب حریف الای به معنی متحد اپوننت این هم یعنی رقیب حریف The game started یعنی بازی شروع شد The game started بازی شروع شد Every time match، try to hit the ball over the net میگه هر دفعه که مش سعی میکرد تو از بالای تور بزنه every time یعنی yani هر بار every time مش هر دفعه که مش try to hit یعنی yani سعی میکرد که بزنه try to hit the ball سعی میکرد که توپو بزنه over the net از روی تور از روی نت Dalton stopped it یعنی دالتن جلوشو میگرفت متوقفش میکرد Dalton stopped it دالتن جلوشو میگرفت Finally، سرانجام مچ یوز all of his strengths یعنی مش از تمام زورش استفاده کرد finally یعنی سرانجام مچ یوزد مش استفاده کرد از all of his strengths از همه زورش but the ball bounced off Dalton's hands and back into Mitch's face ولی توپ به دستان دالتون میخورد و بعد میگش میخورد به صورت مچ یعنی توپ به دستان دالتون خورد و بعدش خورد به صورت مچ ببین باته بال ولی توپ بانس بچه بانس گفتیم دیگه یعنی توپ مثلا بخوره به یه چیزی برگرده اوکی اینجا هم دقیقا همینه میگه بات بال ولی توپ بانس of dalton's hands and back into میچ face ولی توپ به دستای دالتون میخورد یعنی ولی تو به دستای دالتان خورد و برگشت خورد به صورت مچ finally, match was defeated یعنی سرانجام مچ شکست خورد بچه ها کلمه defeat یعنی شکست دادن ولی وقتی اینجا میگه match was defeated یعنی مچ شکست خورد بنابراین میگه finally, سرانجام match was defeated یعنی سرانجام مچ شکست خورد خب کلمه آبی این پاراگراف هم فقط هستش bounce به معنای جهیدن پریدن به بالا جهیدن یعنی مثلا تو بخوره به یه جا برگرده به این میگن باونس اوکی بچه ها این پایان داستان بود امیدوارم که دوستش داشته باشید بچه اگه دوست داشتید لایک بکنید کامنت هم بذارید و اگه تا الان عضو کانال یوتیوب ما نشدید فقط کافیه که گزینه سابسکرایب مشترک شدن که قرمز زنگ رو بزنید و عضو کانال ما بشید مرسی از شما که تا این لحظه با ما بودید ممنون ازتون روزتون بخیر خدا نگهدار